ما فعلی نمی‌بینیم، خیزه که مال اون بره، هیچی. ای آینه دل با تو هستم. خیلی خوب، منادا همواره اگر کنارش فعل با تو هستم وجود نداشت، بدونید حذف فعل اتفاق افتاده. خیلی خوب، چطو ببند لطفا. چهار رو ببینید بچه، ما یه سری لحن دعایی داریم در زبان فارسی که این یه ذره از سطح کتابتون بالاتره، ولی برای اینکه مولای درز کارمون نره با هم دیگه بررسیش کنیم. نگاه کنید. دریق، افسوس، حسرت که زندگی گرانم رفت، دریق که عمر عزیزم به باد رفت. خب اول از همه تو میتونی به من ایراد بگیری، بگی که تو معلم ادبیاتی، تو میتونی این آکسانا رو، این چه میدونم لحنا رو رعایت کنی و وقتی بیتو میبینی میفهمیش. میگم راست میگه، حق داری. و اینی که وقتی دریغ میبینم سریع بفهمم که باید بخونمش دریغ یا بخونم حسرت یا افسوس، واقعا شاید یه ذره کار تکنیکی باشه، حق میدم. شما اینکه شاید حرفه‌ای نباشید نتونید دست پسش بردید. اما من نکته ثانویه بهتون گفته بودم، درسته؟ نکته ثانویه‌مون چی بود؟ اینجا ما که نداریم. قرار شد قبل از که و این حرفا حتما یه فعلی وجود داشته باشه دیگه. پس قطعا باید بفهمیم دریغ باد عمر عزیزم که پای بر جا نیست. پس این فعل دعایی باد انگار این تو چی شده بچه‌ها؟ حذف شده. دریق یعنی دریق با، دریق باشد. پس اینم داره. پنجو ببینیم، پنجو ببینیم. میخوام خودتون یه ثانیه روش فکر کنید قشنگ و به هم بگید حذف داریم، اگه داریم چند تا داریم، لفظیه یا معنویه. میخوام ببینید چند تا داریم، اصلا داریم نداریم، چند تا داریم، اگه داریم لفظی داریم، معنوی داریم و هر دو رو داریم. چطو باز میکنیم؟ برو بریم. یا رب تو آشنا را مهلت ده و سلامت. خیلی خوب، چند تا داریم؟ باری کلا. ایول، دو تا داریم. ماشاءالله. یا رب، این که چیه بچه‌ها؟ این که مناداست. یا رب یعنی یا رب با تو هستم، درسته؟ این حذف فعل به قرینه چیه؟ خودم حدسش زدم دیگه. پس حذف فعل به قرینه چی؟ معنوی. قبول؟ این حذف فعل به قرینه معنوی. یا رب با تو هستم، تو آشنا را مهلت ده و سلامت ده، درسته؟ پس این به قرینه این دهه اومده. پس این یکی میشه چی؟ این یکی میشه حذف فعل به قرینه لفظی. شیشو ببینیم. خار است و گل در بوستان، خار و گل در بوستان است، هر چه کند نیکوستان، هر چه او کند فعل آن نیکو است. همه چی سر جای خودشه، هیچ حذف فعلی وجود نداره. پس در مجموع ما در 5 تا حذف فعل داریم. خیلی خوب دقت کنید بچه‌ها، زده در چند عبارت، نزده در مجموع چند تا حذف فعل داریم. اگه میگفت در مجموع چند تا حذف فعل داریم، این سه تا و دومی این رو هم باید استفاده میکردیم دیگه. اما گفته در چند عبارت زیر حذف فعل اتفاق افتاده. خیلی خوب، چطور بریم جون؟ منت خدای را عزوجل که طاعتش یعنی عبادتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت است. حذف فعل به قرینه لفظی. هر نفسی که فرو می رود یعنی دم، ممد حیات است، ادامه دهنده زندگی است. کوفت، غلط. بچه‌ها نکته بسیار 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 مهم دقت کنید، ممد حیات یعنی یاری رسان زندگی. ممد حیات یعنی یاری رسان زندگی.
مدیم حیات. مدیم حیات یعنی ادامه دهنده زندگی. حال ممد